اون منو تو وردی بیار. برای من فعلا سوپ بیاری. برای منم باقالی پلو با مرغ بیاری. شما جز سوپ چیز دیگه میل نداری؟ یه کمی گوشت آب هست. چشم. ممنون. خواهش می‌کنم. آقا. نون و پیازم یادتون نرم لطفا. تینا. تو با من قهری؟ نه. میدونی این مسافرات خیلی برام سخته. چرا؟ چون دلم برات تنگ میشه. درست برعکس من. نوشابه بخور. آقا گفته بودم برام پیاز بیاری. چشمم. چقدر داد میزنی؟ باید سر اینا داد بزنی ولی درست بشون نیستم. اینکه یه لقمه هم نمیشه. خانم ما واسه مشتریامون پیاز نمیاریم، رفتیم آشپزخونه واسه شما آوردیم. چرا؟ مثلا پیاز کلاس رستورانتون رو به هم میریزه؟ واسه ما نیستیم، دستور از مدیریت اینجاست. مدیرتون کجاست؟ اونجا تشریف دارم. تینا خواهش میکنم تو رو خدا آبرو ریزی نکن. جدن یعنی آبروی تو به پیاز فسقلی بنده؟ خیلی خوب، من نمیرم. تو چرا وایسادی؟ برو، میخوام راحت غذا بخورم دیگه. میباش. اگه تو عرضه داشته باشی لازم نیست من با اینجور آدم ها دهن به دهن بشم. تو چرا انقدر داد میزنی؟ من نفهم چرا اینجوری رفتار میکنی اصلا. رفتارم چشه؟ هیچ. تو از اینکه من دارم میرم مسافرت ناراحتی؟ اتفاقا خیلی هم خوشحالم. اگه بخوای تو هم میتونی با من بیایی؟ که چی بشه؟ همینجوری چیزیو که از بابا جونت اجازه نگرفتی پیشنهاد نده. خب؟ چون بعدا باید به زحمت بیفتی از من کلی عذرخواهی کنی. حالا اگر از مامان اجازه بگیرم چی؟ میای؟ نه. چرا؟ خوشم نمیاد. از چی؟ از اجازه که مامان جونت بده. تو همیشه منو مسخره میکنی. اینجوری فکر کن. بیا، حالا پیازش کمه، اما خب تو هم میتونی بخوری. پیاز بخور، خوبه. به خدا، هم بدن رو زد عفونی میکنم، بخور. خب تو تا کی میخوای با اون یه ذره سوپت بازی کنی؟
پاشو بریم دیگه، من غذام تموم شد. سلام سلام. ما که هنوز چیزی نخوردیم. من که نمیتونم مثل تو اینقدر تند غذا بخورم. خب منم غذام تموم شده، حوصله‌ام سر رفت. زود باش. بریم. باشیم. خیلی خوب. بریم. آقا بابت پیاز دست در نکنید. خدا ببین تینام، من فکر میکنم تو بد کاری کردی. حالا که بعد از مدت ها مامان بهمون اجازه داده با هم بیایم رستوران، تو حتی ازش من شما بخورم. اصلا نگران نباش عزیزم، الان میریم خونه مامان، دیالم ویتامین میرزه تو شکمت جبران میشه. تینا کجا؟ میخوام پیاده برم. چرا؟ خب قدم بزنم غذام هضم میشه. این موقع شب؟ تازه سر شبه. جواب مامانو چی بدم؟ به من چی؟ به خودت مربوط. ببین تینا، تو اگه این کارو بکنی مامان ناراحت میشه. اون وقت حتما دیگه اجازه نمیده که شب منو بیاری رستوران ها. نمیدونم شاید. آخی بمیرم الهی برات. ببین من واقعا اصلا دلم نمیخواد که خدایی نکرده مامانت باهات دعوا کنه. خیلی خوب باش، خب بری، باهات میام. اما من رانندگی میکنم. تینا پس تند رانندگی نکن. باشه. میترسی؟ نه آخه توی ذره بد میرونی. ببخشید سرعت سیستم و نظامتون رو به هم میریزه؟ خیلی خوب با ما که حرف نداری، بفهم خودت برو. نخواست. بیا تو رانندگی کن. خواهش میکنم. معذرت میخوام. باشه. دیگه تکرار نشه ها. پس کمربند تو ببند. باشه. کمربند مال بچه سوسولاست، تو ببند. بپر ولی. کیف کردی؟ به این میگن رانندگی. در رو ببند و بدو بیا. به سلام علیکم مامان جون. تو بودی بوغ میزدی؟ نه. نیما کو؟ میاد الان. سلام سیما جون.
سلام. تو بودی که اونطوری ترمز گرفتی و بوق زدی؟ رانندگی تیناست دیگه. تینا برو تو. فقط آدم های لات و بیست سر و پا اینطوری رانندگی میکنن. فکر نکردی همسایه ها خوابن؟ چرا انقدر با سرعت اومدی که اینطوری ترمز بگیری؟ ده نیما بیا شلیک مرگبار برای تصفیه خونی. جریان اون قاتل است و ادامه شه. وقتی با شما صحبت میکنم به من توجه کنید. معذرت میخوام مامان جون، مگه با من صحبت میکردی؟ بله با شما صحبت میکردم. به منم نگو مامان جون. ببخشید سیما جون، میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟ نخیر نمیشه. نیما برو وسایلتو جمع کن، زودتر بگی بخواب. فردا صبح باید تو جاده سرحال باشی. شما هم دیگه پاشین برین خونتون. اگه اشکال نداره من میرسونمش. میتونستی تو رو همین کارو بکنی. من بهش گفتم ولی گوش نداد. تازه گیر داده میگه فردا بیا با هم بریم سفر. گیر داده چیه؟ من تعجب میکنم. تو چرا انقدر از کلمات عامیانه استفاده میکنی؟ من معذرت میخوام. اصرار پشت اصرار که بیا با هم بریم مسافرت. بیخود؟ شما هنوز عقد کرده این، هر وقت عروسی کردین بعد. منم همینو بهش گفتم، اما چون حرفمو گوش نداد منم با سرعت اومدم اینجا. نیما هنوز مونده تا رسم و رسوماتو یاد بگیره. بله بله، تازه نمیدونین توی رستوران چه کار کرد. چی کار کرد؟ چی بگم والا، نگم بهتره. یا یه حرفی رو نزن یا تا آخرش بگو. اصلاً اونطوری که شایسته یک انسان متشخص و متمدن و نمونه و مؤدبه رفتار نکرد. راست میگه نیما، دیگه اجازه نمیدم با تینا جایی بری. اتفاقاً تنبیه خیلی خوبیه، چون از این به بعد یاد میگیره که وقتی با یک بانوی متشخص میخواد بیرون بره چجور رفتار کنه. خیلی خوب دیگه، تو هم باشه برو خونتون، مادرت نگران میشه. باشه چشم میرم. حالا اجازه بدین این دفعه نیما منو برسونه. قول میده که از این به بعد پسر خوبی باشه. نه خیر، با آژانس برو. چه بهتر، برای اینکه تورا میاد انقدر قور میزنه که مخمو میخوره. تینا من واقعا تعجب میکنم، تو اصلا از کلمات مناسبی استفاده نمیکنی. مخمو میخوره و قور میزنه چیه؟ من معذرت میخوام، نمیدم چی شد یه دفعه از دهنم در رفت. در رفت؟ زبونتو کنترل کن. ما توی خانوادهمون هیچ وقت از این کلمات استفاده نمیکنیم. تو دیگه عروس خانواده ما هستی، باید در کلامت رعایت شأن و شخصیت خانوادگی ما رو بکنی. همش تقصیر نیماست دیگه. اون میگه من از سوسولی حرف زدن متنفرم. اون میگه از بس که سیما جون میگه پاکیزه باش، مؤدب باش، موقع غذا خوردن پیشبن ببند، دستمون سفره بنداز، چه میدونم روزی سه بار مسواک بزن قبل از خواب، دوش بگیر، همه کارات از روی برنامه و اصول خاص خودش باشه، دیگه حالش به هم میخوره. تینا بس کن دیگه. خیلی خوب، من دیگه دیرم شده، میشه لطف کنی زنگ بزنی یه آژانس بیاد من برم؟ از تو دفترچه شمارهشو پیدا کن و خودت زنگ بزن. خیلی خوب. چرا در مورد نیما دروغ میگی؟ من برای چی باید به شما دروغ بگم؟ نیما طبق اصولی بار اومده که سر زدن این حرکات ازش غیر ممکنه. یعنی میخوایم بگیم من دروغ میگم؟ دقیقا. مامان به من نگو مامان. خیلی خب ببخشید سیما جون. تو با این حرفات میخوای اونو تحقیر کنی، به منم توهین کنی. اصلا لازم نیست که من تحقیرش بکنم. شما با این تربیت مسخره و احمقانتون به اندازه کافی تحقیرش کردین. دیگه حالم ازش به هم میخوره، هم از اون هم از شما که میخواین ادای آدمای متشخص و با کلاس واسه من درارین. گم شو از خونه من، برو بیرون دختری بی چشم رو. اصلا برازنده و شایسته شما نیست که از این کلمات عامیانه به کار ببرید. گفتم برو گم شو. خدافظ. نیما جون عزیزم، بعد از اینکه مسواکتو زدی دوشتو بگیر، قرصای ویتامینت هم بخور، بعد زنگ بزن به آتش نشانی، چون که سیما جون گر گرفته.
شب بخیر کوچولو. تو که هنوز نخوابیدی؟ آب تو تا آخر بخور، معدتو شستشو میده. به محض اینکه از مسافرت برگشتی باید تینا رو طلاق بدی. طلاق؟ از اولم میدونستم این دختر لیاقتشو نداره که نام خانوادگی ما رو تو شناسنامش ثبت کنه. ببخشید سیما جون، همش تقصیر من بود. نه، تقصیر تو نبود. بگیر بخواب. سیما جون، امشب تینا شما رو خیلی اذیت کرد، نه؟ مهم نیست، وقتی برگشتی همه چیز درست میشه. برات 3 تا پیرنگ گذاشتم، 2 تا زیرپوش. کت و شلوارت هم آویزون کن به دستگیره ماشینت که چروک نشه. آب و هوای شهرستان خشکه. هر 2 ساعت یه بار از این کرم مرطوب کننده بزن رو دستات. قرص ویتامین 3 گذاشتم برات، هر 4 ساعت یه بار با یه لیوان آب بخور. آب شهرستانو نخوری یا املاح داره. برات آب معدنی گرفتم. مسواکت هم یادت نره. تا رسیدی اونجا دوش بگیر تا بدنت با آب و هوای اونجا عادت کنه. بله چشم. اینم دقیقاً 20 تا برگه 500 هزار تومانیه. میذارم تو جیب کتت. کاش میشد نرم. نری؟ بابات منتظره. اگه به موقع برسی محضر و سند رو امضا کنی تا پس فردا اینجایی. من واقعا نمیدونم اونجا زمین به چه دردم میخوره. این حرفا از تو بعیده. انسان اگر ملک نداشته باشه یعنی ریشه نداره. بله چشم. فقط یه چیزی بهت بگم، دیگه به تینا فکر نکن. دستتو از زیر سرت بردار، خواب میره. شب بخیر. شب بخیر. خداحافظ سیما جون. به محض اینکه تلفنت آنتن داد زنگ میزنی میگه کجای جاده هستی. چشم. از سرعت 80 هم بیشتر نری. چشم. تو راه هیچی نخوری، همه چیز واسط گذاشتم. چشم. وسط جاده اگه کسی دست تکون داد نگه نداری یا. چشم. دره ماشینم از همین الان قفل کن. چشم. شیشه هارم بده بالا. برو، خدا به همراهت. خدا. سلام، من نیما هستم. چیکار داری؟ ببخشید، مثل که بعد موقع مزاحم شدم. تینا بیداره؟ نه، خوب. بله، متشکرم. حالا چیکارش داری؟ من داشتم میرفتم مسافرت، فکر کردم که بیداره. نه، صبر کن، مثل که بیدار شد. مثلا
فرمایش. سلام. علیکم سلام. ببخش از خواب بیدارت کردم. خواب نبودم، کارتو بگو. اومدم دنبالت که بهت بگم با هم بیایی بریم. بی خود، من با تو هیچ جا نمیام، دیشبم گفتم. تینا خواهش میکنم، میخوام تو را باهات صحبت کنم. باشه. از سیما جونتون اجازه گرفتی؟ نه. چه شهامتی، باریکلا. خوبه خوبه. فکر کردم متوجه نمیشه. اون متوجه نشه؟ نه، من اصلا حاضر نیستم که تشخص خانوادگیش به هم بریزه. اول برو ازش اجازه بگیر بعد بیا. اگر فهمید خودم یه جوری درستش میکنم. برای من که اصلا اهمیتی نداره، خودت میدونی. سیما جون تو دیگه واسه من تموم شد. ببین تینا، من اصلا تو شرایط روحی مناسبی نیستم، ازت خواهش میکنم. باشه. ببین نیما، منم اصلا امروز وقت ندارم، میخوام برم خرید. تینا ازت خواهش میکنم. بابا من که هرچی میگم تو حرف خودتو میزنی. با اینکه اصلا ازت خوشم نمیاد، ولی دیگه مغزمو خوردی. صبر کن برم حاضرشم با هم بریم. ممنون. سلام. سلام. ببینم نیما، تو اینقدر از خودت جرأت و جوربزه نداری که بتونی از زنت دفاع کنی؟ من معذرت میخوام ژیلا خانم، همش تقصیر من بود. خب معذرت خواهی تو و بخشش من به چه درد تینا میخوره؟ این چه رفتاری بوده که دیشب سیما جونت با دخترم کرده؟ شما ببخشید. ببین نیما، من نمیگم تو روی مادرت وایسا، ولی با این رفتاری که شماها پیش گرفتین باید قید تینا رو بزنین. چشم. چی رو چشم؟ نمیدونم. منو ببین دارم با کی حرف میزنم. اصلا به من ربطی نداره، هر کاری دوست داریم بکنیم. بله. سلام سیما جون. نه هنوز از تهران خارج نشده. خب بنزین زدم طول کشید. باشه چشم. شما خیالتون راحت باشه. خداحافظ. میخوای رانندگی کنی؟ حوصله ندارم، خوابم میاد. تینا، تینا، پشو بریم صبونه بخوریم. من نمیخوام خود بخورم. تنهایی که به من نمیچسبه. پشو. خوبم میاد، نمیفهمی؟
خوش اومدی. سلام آقا. سلام آقا. خسته نباشی. خیلی ممنون. صابونه کره هست یا نه؟ کره پنیر هست، کره مربا هست، کره خامه هست، هر چی میلین نخمه. خیلی ممنون، اگر اشکال نداره من خودم صابونه آوردم اینجا میخوره. خواهش میکنم بفرمایید. ممنون. بفرمایید. جناب جگر بره هم داریم، دو سیخ براتون بزن رو آتیش؟ نه خیلی ممنون. قیرون چطور؟ قیرون براتون شاخ کنم؟ نه متشکرم، اهل دود نیستم. ما اینجا کارت بهداشت هم داریم، خیالتون راحت راحت باشه. خیلی ممنون، جبران میکنم. در خدمتتون هستم. قربان. امید داشتین صدا کنم. ممنون. چی میخوری؟ مامان برام تخم مرغ را پس کرده. واقعا که تمام لذت سفر به اینه که آدم بیرون غذا بخوره. اون وقت ورزشی این چیزا رو با خودت آوردی؟ آقا بله خانم بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خسام. چی داری؟ همه چی داریم، کره پنیر، کره عسل، کره مربا، تخم مرغ، جگر تازه هم داریم. از همش ورد بیار. خانم قلیون هم داریم، قلیون براتون چخ کنم؟ قلیون هم میکشیم. میگم تینا اینجا با این حال که خیلی خوشگه ولی قشنگه. نه نه خیلی هم بی‌معنیه. میدونی این اولین سفری که من و تو داریم با هم تنها میریم. خیلی خوشحالی؟ آره. اما من اصلا خوشحال نیستم، چون الان خونه بودم، واسه خودم لم داده بودم، خوابیده بودم، بعد پا میشدم یواش یواش کارامو میکردم، تو هم اینجا واسه من رومانتیک بازی در نمی آوردی. خب در مورد چی میخواستی با من حرف بزنی؟ هیچ، وقت زیاده بعدم بهت میگم. مطمئنن بابا امیرت به سیما جونت میگه که من باهات بودم، اون وقت تو چی میخوای جوابشو بدی؟ فکر اونجاش هم کردم، میریم هتل، نمیذارم بفهمه. بها ما رو باش، فکر کردم دل شیر پیدا کردی، تو که هنوز بچه ننه ای. یعنی تو میگی بذاری مامان بفهمه؟ من هیچی نمیگم، اینقدر به خاطر من نگو مامان مامان، همون بگو سیما جون. جدی میگی؟ آره جون، تو دروغم چیه؟ ده اینا که هنوز اینجاست، جمع کن ببر، حالا به هم خورد دیگه. چی بش داده؟ بس چی شد؟ سلام سیما جون، نمیدونم شاید دستم خورده خاموش شده. نه 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 هنوز نرسیدم، تو راه هم جلوی قهوه خونه رستم دارم صبونه میخورم. بله نه جای تمیزیه، خیالتون راحت باشه، من فقط دارم از تختش استفاده میکنم. بله بله باشه. چشم 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 چشم، نگران نباشید، رسیدم زنگ میزنم. چشم، خداحافظ. به به برکلا، شیطون شدی؟ به کی زنگ میزدی؟ با کی حرف میزدی؟ به مامان زنگ زدم، فکر کردم ممکن نگران بشه. به
جون تو من اصلا حیرون و انگوش به دهن موندم. اصلا نمیدونم که سیما جون چجوری راضی شده که تو تنهایی بیای سفر. عجیبه که دنبال پسر شاخ شمشادش را نیفتاده بیاد. خب کار داشت، اگه کار نداشت حتما میومد. خوبه خوبه، خیلی خوب. سویچو بده رو ماشین. ببین زودتر حساب کن که بریم. صبحونه چی؟ صبحونه نمیخوری؟ من اصلا از اولش هم گرسنم نبود. آقا ببخشید. صبحونه براتون آوردم. شرمنده، ما باید بریم، عجله داریم. ای بابا شما بفرمایید من چقدر تقدیم کنم. هیچی آقا، قابل نه هیچی. شما چیزی نخودین که پول بدین. برای زحمت کشید. نه آقا هیچی، بفرمایید. هیچی آقا جون، بفرمایید. بفرم آقا جون، بفرم. هیچ. خیلی خوب. امید خدا به سلامت. خوش اومدید. خدا سلامت. خوش اومدید. خانم غذای مقابل شما نداشت؟ نکنه وسواسی از این خانم؟ ما همه غذای خوب داشتیم. خانم ما تازه کارت بهداشت هم داریم. حرف بهداشتو نزن که حالم به هم میخوره. خانم قراره بگیریم، هنوز که نگرفتیم که. نگرفتی هم نگرفتی. تشه بیان اینو برا بازم. باشه خدا فرم. امید خدا خوش آمدین و سلامت. چجوری نگران نباشم؟ به پلیس راه زنگ زدی؟ آره منم تماس گرفتم، گفتن تو این جاده هیچ تصادفی نشده. من دارم دیوونه میشم، یه کاری بکن. یعنی اینقدر؟ تینا؟ نه الان یه زنگ بهش میزنم. کار نداری؟ خداحافظ. الو سلام خانم قاسمی، میتونم با تینا جون صحبت کنم؟ باشه. تینا جون، تینا. بله مامان. بیا مامان تلفن کارت داره. سیما جون کارت داره. الو سلام. نه مگه شما نفرستادینش مسافرت؟ چرا صبح رفت ولی هنوز نرسیده. نگرانش شدم، گفتم شاید با تو تماس گرفته. نه ازش خبری ندارم، ولی جای نگرانی نیست، اون خیلی یواش میره، حالا میرسه. صبح کجا الان کجا؟ هزاری هم که یواش میرفت الان باید میرسید. نمیدونم. خیلی خوب، گفتم شاید به تو زنگ زده باشه. اون تا به شما زنگ نزنه و اجازه نگیری که به من زنگ نمیزنه. کاری نداری؟ دختری بی ادب. چی میگفت؟ هیچی، نیما هنوز نرسیده، اونم نگرانشه. نکنه بلای سر نیما اومده باشه. یه حقش نبود ولش کنی و تنهایی برگردی. حالا وقت این حرفا نیست. شما باید کاملا حواست جمع باشه که تحت هیچ شرایطی سیما جوینا نفهمن که من با نیما بودم. آخه واسه چی؟ مادر من، ما که نمیدونیم چه اتفاقی برای نیما افتاده. اگه بلایی سرش اومده باشه فردا تمام کاسه کوزه سر من میشکنه. فهمیدی؟ ولی من هنوز نفهمیدم چرا. مامان نفهمیدی؟ عزیز من، به هیچکی نگو من با نیما بودم، همین. هنوز متوجه نشدی؟ چرا متوجه شدم، ولی میگم آخه تو. ولی آخه موقع دیگه نداره، من خستم میخوام بخوابم. کسی هم زنگ زد بگو نیستش. سو منو زود بیدار نکن. شب بخیر. بفرمایید خانم.
بفرمایید. یه لحظه نیست تشبه داشته باشیم. جام سرگرد، رسیدگی به این پرونده رو جام سرهنگ به شما سپرده. مادر این شخص هم بیرون تشریف داره. بگید بیان داخل. بفرمایید تو خانم. بفرمایید. سلام. سلام. میتونم بشینم؟ بفرمایید خواهش میکنم. امری نیست؟ میتونی بری. تا به حال سابقه داشته که پسر شما چند روز دور از خونه باشه؟ نه آقا، این اولین باره. چه دلیلی داشته که ایشون این همه پولو همراه خودش ببره؟ خیلی راحت میتونست از طریق بانک حواله کنه. اولا که چک مسافرتی بود، دوما پدرش براش زمینی خریده بود که لازم بود خودش بره و سند و امضا کنه. غیر از شما کس دیگه یه میدونست ایشون این همه پول همراشه؟ فقط نامزدش. البته نامزد که نه، عقد کردن. آخرین تماسش با شما کی بود؟ زنگ زد گفت توی قهوه خونه ای داره صبحانه میخوره. بعد از اون دیگه تلفنش خاموش بود. امیدوارم هر کجا که هست سالم باشه و به زودی پیدا بشه. پسر من طوری تربیت شده که امکان نداره به جز برنامه‌ای که براش ریخته شده کار دیگه ای بکنه. من مطمئنم که یه بلایی سرش اومده. چطور؟ مگه شما یا ایشون دشمن دارین؟ هر انسانی ممکنه به نسبت موقعیتی که داره دشمنم داشته باشه. ببینید خانم، اون جوونه، ممکنه هزار جور کار پیش بینی نشده ازش سر بزنه. این غیر ممکنه. پسر من با همه همسن و سالای خودش فرق میکنه. اون کاری نمیکنه که در شأن خانوادگی ما نباشه. شما آخرین بار کی با همراهش تماس گرفتی؟ قبل از اینکه اینجا بیام، ولی تلفنش خاموش بود. صدفان حالا قربان، با مرکز انتظامی کیلان تماس بگیر. از بچه های اونجا بخوای تحقیقات کامل بکنن، ببینن احتمالاً همچین شخصی در بازداشت هست یا نه. در ضمن با مراکز بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی تماس بگیر و بگو یه تحقیقات کامل به عمل بیارن. اطاعت. شماره چکارم اعلام سرقت کن و از بانک مرکزی بخواد تمام شعبشو در جریان بذاره. چشم قربان. در ضمن شماره ماشینم سرقتی اعلام کن. اطاعت. من میتونم پرونده رو ببرم قربان. ممنون. و اما شما خانم، میتونید تشریف ببرید، اما به محض اینکه از ایشون خبری شد حتما ما رو در جریان بذارید. یعنی ممکنه جون بچه من در خطر باشه؟ بله، ولی باید منتظر باشیم تا یه ردی پیدا بشه. رد از این بالاتر که غیبش زده؟ ببینید خانم، منظور من اینه که باید یا از خودش یا از ماشینش یا از تلفن همراهش یا از چکای مسافرتیش بالاخره باید از یه چیزی اثری باشه تا ما بتونیم به عنوان سرنخ ازش استفاده کنیم. همینطوری که نمیشه دنبال چیزی رفت و اقدام کرد. بسیار خوب، قبول. اما شما با تجربه‌ای که دارید فکر میکنید براش اتفاقی افتاده؟ شاید ممکنه به خاطر پول زیادی که همراهش بوده دچار مشکل شده باشه. در نهایت ممکن بود پولشو برده باشن. خودش که باید پیداش میشد. شاید، ولی من خواهشم از شما اینه که فعلا هیچ گونه فرضیه‌ای رو در نظر نگیرید. به هر حال امیدوارم که اتفاق بدی براش نیفتاده باشه. به هر حال خانم، ما تلاش خودمونو میکنیم. یعنی خیال من راحت باشه؟ کاملا. متشکرم. در ضمن یادآوری میکنم اگر از پسرتون خبری شد حتما ما رو در جریان بذارید. چشم. ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا حافظ آقا. خدا نگهدار. جان سرگرد، قرار شد بهمون خبر بده. بسیار عالی. ممنون. تینا
تینا در باز کن، کارت دارم. چرا در رو خودت قفل کردی؟ تینا مامان لطف کن تنها بذار، اصلا حوصله ندارم. خیلی خوب، چند لحظه در رو باز کن ببین چی میگم. بله من نگران نیما، میخوام ببینم چه بلایی سرش اومده. مامان جان صد بار که به شما گفتم ما با هم دعوامون شد، منم با یه اتوبوس برگشتم اومدم. پس چرا انقدر عصبی و ناراحتی؟ خستم، حوصله ندارم، خوابم میاد. اصلا به من چه؟ سر نیمام هر بلایی اومده اومده، چیکار کنم؟ این جواب حرف من نبود تینا. تینا تینا مامان جان خواهش میکنم دست از سرم بردار.